به نام خدا، موضوع انشا، میخواهم در آینده چی کاری شوم؟ اسم من علی است، دانش آموز سال نهم. پدرم میگوید اگر دو عجب دیگر قد بکشم، اجازه دارم با آنها به دریا برم برای صید ماهی. البته من زورا پس از تعطیلی مدرسه برای کمک به برادرم به اسکله میرم. هرچند کار من به سختی کار آنها نیست، اما هر روز باید مسافت طولانی بین اسکله ماهی گیری تا بازار ماهی فروش ها را طی کنم که واقعا هم فاصله زیادی است و من را حساب خسته می کنم. اما پدرم می گوید ورزش خوبی است. البته من در ورزش ها فوتبال را بیش از همه دوست دارم. حتی 3 روز در هفته برای تیم مدرسه تمرین می کنم. من هر روز در این مسیر که باید طی کنم تا به بازار ماهی فروشی فکرهای زیادی به سرم می زند و در مورد آینده خود تصمیمات مهمی می گیرم. راستش بگویم تا به حال چند شغل آینده پیدا کردم، اما هر بار که با گذشت زمان و این که به هر حال بزرگتر شدم نظرات تغییر کرده. برای مثال وقتی سنم کمتر بود علاقه زیادی به نقاشی داشتم و دوست داشتم نقاش شوم. اما خب نقاشی که نمیتوان پولی در آورد و خانواده را داره که. وقتی 12 سالم بود پدرم از اهمیت کسب درآمد برای مردها حرف زد و گفت که همیشه یک مرد باید به فکر آینده خود و خانواده خود باشد، که البته حرف درستی است و من هم به همین خاطر سعی میکنم در کارهای به آنها کمک کنم. او همیشه مجید آقا را برای ما مثال میزد که پدرش یک ماهیگیر ساده بود، اما مجید آقا روی پاهای خودش استاد و الان اسم و رسمی در بازار ماهی فروشی دارد. بزرگترین مغازه کل بازار از آن مجید آقاست و توانسته چندین لنچ خریداری کند. البته او مرد بد اخلاقی است و هر موقع که ماهی ها را به او تحویل میدهم جواب سلام من را نمیدهد. از بچه های بازار شنیدم که او در مرکز شهر خانه یا آپارتمانی خرید و یک ماشین بزرگ شاسی بلند هم خریده. البته من خودم ندیدم و نمیتوانم تایید کنم، اما من همیشه در این فکر هستم که ای کاش در آینده بتوانم شغلی برای خودم انتخاب کنم که آن را با تمام وجود دوست بدارم و از آن خسته نشوم. حقیقت این است که تا به حال جرأت زدن این حرف را به پدرم نداشتم، اما من خیلی از شغل ماهیگیری خوشم نمی آید. یعنی من از دریا خوشم نمی آید. در روزهای طوفانی که دریا موج دارد از آن می ترسم. در ادامه فکرهای زیادی که در این مسیر به ذهنم میرسد، آخرین شغلی را که برای آینده خود در نظر گرفتم شغل خلبانی است. در مسیر برگشت من از بازار همیشه چند تا چتر رنگی در آسمان مشغول پرواز هستند. من برای دیدن آنها به کنار ساحل میروم. خودم را که به جای آنها تصور میکنم خیلی باید حس جالبی و تعجبی باشد. دیدن آپارتمان ها، ماشین ها و آدم ها و حتی مجید آقایی که بسیار مرد بزرگی است از فاصله خیلی دور. آنقدر پرواز کردن را دوست دارم که دیگر فکر می کنم شغلی عوض نکنم. من حتما باید یک خلبان باشم.